Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. روز یا برادر خوبمون برادر انصاری را گوش کردم، میگه سگ اگر در دریای افغانه بشوی، سگ اگر تر شود نجستر گردد. برادران عزیز، واقعا سخن از آن است که بسیار از برادرایی که خیلی محترمند، بسیار از برادرایی که خیلی در صف پیشند، ولی بازم سوالای پیش میان که شاید خوب بگردد، انشالله خوب می شود، انشالله بهتر می شود. برادران عزیز، اولش که ناامیدی کار شیطانی است. کسی را ما به ناامیدی دعوت نمی کنیم و هیچ وقت ما ناامید نشدیم. اگر ناامید می شدیم، ما از این کارمون می رفتیم در یک کنج، ما هم خلوت می گرفتیم و این کارمون را پیش نمی بردیم. لیکن برادران عزیز، این رامانف را ما در میلیون صورت دیده بودیم. حال بیاتون است که قسم یاد کرده بود و قریب 99% ملت ما مسلمان است الحمدلله، و 99% مردم قسم ها را گوش می کرد و فکر می کرد که شاید یک شوله نور در دل رامانوف پیدا شده باشد و شاید هم تغییرات به وجود آید و شاید هم مردم از این ظلم و ظالمی و از این پستی و از این دربدری و از این بیچارگی نجات پیدا بکند. قسم به شیر سفید مادرم، قسم به آب خاک وطنم، قسم به 8 میلیون اهالی تاجیکستانم، قسم نمیدانم به چی، به حتی به موش و گربه تاجیکستان قسم خورده بود. لیکن بعد از قسمی که یاد کرده بود، اولین کاری که کرد گروه های را تشکیل کرد که ملت تاجیک را باز پستر بزنند، باز بقپند، باز زندان بکنند، باز ظلمت و ظالمی را زیادتر بکنند. و بعد از همه همین قسم هایی که خورده بود، باز چیکار کرد؟ جنگ مقابل اسلام اعلان کرد، جنگ مقابل قیمتترین، بزرگترین و شاید ملت ما پول نداشته باشد، زر نداشته باشد، زیور نداشته باشد، لیکن من باوری دارم که ملت ما ملت با ایمان است و ما ایمان داشتیم و ما ایمان داریم و انشاءالله تعالی ایمان ما با تولد شدن در دلامون جا شده است و تا مردن ما از ایمان بر نمی گردیم. ولی رامانوف به بزرگترین چیز ما دست زد، رامانوف به دین ما، به آیین ما، به همه چیز ما دست زد. برادرایی که از روسیه و از دیگر دولت ها باز میگن که شاید بهتری، شاید خوبی پیش بیاید، برادرای عزیز، ما دیدیم دو بار رفرندوم گذراندن، قریب صد چند بار یلوه ها در قانون ها و تغییرات ها در قانون ها. خودم من حقوق شناسی خوندم، حقوق شناسی بین المللی خونده بودم و باور کنید هر یک سمستری که درس میرفتیم، قانونایی که ما حفظ میکردیم میگفتن این قانونا دیگر کار نمیکنن، یا یک تغییرات داخل شده است یا یک اضافه داخل شده است و ما باید سر قانون را از اول ورق میزدیم و از اول حفظ میکردیم. بعد با یک معلمم بحث کردیم، من گفتم من دیگر قانون را حفظ نمیکنم، شاید نیم سال بعد دو ماه بعد قانون عوض بشه و این قانون رو من چی حفظ میکنم؟ این سر من کامپیوتر نیست که همه چرا در اینجا سخرانی تو دلیت بکنم. که معلم قرد کرد، خیلی قورتوی هم کرده بود، پنوش بخدو. لیکن برادرای عزیز، دیدم دو بار قانون علیش کردن، قانون عوض کردن، دیدم چی کارایی که نکردن. لیکن باز همون گپ است، سگ اگر تر شود نجستر گردد. میلیون بار بشوان شد کعبه بروا، مکه بدرویا، درون کعبه بدرویا، درون خانه خدا بدرویا، میلیون بار سرش در زمین بزنه، آسمان بزنه، لیکن باز میروند تاجیکستان، ریش برادرها را به زور میتراشند،
مردم را به زور زندانی میکنند، مردم تمام ظالمتی که در دنیا است در سر ملت تاجیک، ملت تاجیک بیچاره. من نمیدونم این قدر صبری که ملت ما داره، باید به تمام ملت نوبلفسکی پریمیا بتن، نه فقط برادر عزیزمون وکیل وکیل برجسته تاجیکستان بزرگ میریاروف که بسیاری از خارجی ها میخوان برایش هم پریمیای نوبلفسکی بتن، لیکن باید برای تمام تاجیک ها برای صبر تحملشون پریمیای نوبلفسکی بتن. ولی برادرای عزیز صبرم کاسه صبرم لبریز شدنی ها داره و طاقتم به آخر میرسد، طاقتم باید به آخر برسد. خب برادرای عزیز، فرعون هیچ تفاوت از رامونوف نداشت. اگر رامونوف از فرعون کم ترک نگذرونده باشه، لیکن اندازه فرعون ظلم و ظلمی کرده است و خود را به خدایی پیشنهاد میکنه که ما باید دیگر خدا را سجده نکنیم. خدای بزرگ عزیز، خدای مهربان، حلای بزرگی که ما را آفرید است، باور کنید رامونوف به او بخیلی داره. رامونوف میخواه که ما رامونوف پرست باشیم، میخواه که ما در مسجد ها باید سجده نکنیم. ما باید بریم در پیش پارلمان، در پیش بت سامونی سر خم کنیم، بگیم که به نام جناب عالی قسم باید به نام شاد بکنیم. ای یک بدبختی است که ملت ما رو میفریبند، دروغ میگن. فقط به امی دروغ ها و فریبا ملت ما میلیون بارها داده شده است و من نمیدونم چه چیز است که میگن کور یک بار در چون میزنند، میگن کور یک بار در چون میزنه، لیکن ملت ما متاسفانه تکرار و تکرار در همو یک چو سر تقونده میشینیم. برادر عزیز، در روسیه خوب نمیشود. ما بارا گفتم، در برآمد هفته پیش هم گفته بودم، برادر عزیز، روسیه ایج وقت برای ما مهربانی نخواهد کرد. میدونم که ملت فارس را باید گشنه نگهداری، برای یک لقمنان برایت غلام است و کلون و نچلنی که چیمچی گفته ایدومت میگرده. میدونن که اگر ملت تاجیک در وطن خود جای کار پیدا کنه، کار بکنه، تمام شهرهای روسیه در بوی موسرش میپوسن میمرن. نه فقط ملت تاجیک، ملت ازبک، ملت قرغیز. ما دیدم که در قرغیزستان ملت ناموس کرد، خیست. آز در یکان مجله نمیشنوی که قرغیز را کشتن، در یکان جا نمیشنوی که قرغیز را اتری کردن، قرغیز را اتری کردن. باز بدون امیم رئیس جمهور قرغیزستان برآمد در پیش مردمشون مردانوار استاد و گفت فاشیزم در روسیه اوج گرفته است، روسای نو فاشیستن. با زبان خودش برای ملت خودش گفت. گفت من میدانم درد شما را، میدانم که شما میروین کار میکنین، سرخم میکنین. وقت جنگ بزرگ وطنی ما برای روسا آخرین پوستک و آخرین کرپه و آخرین چیز ما پدر بزرگا ما میدادن که روسایی که گریزه شده بودن در اونجا باید بخوابن و خودشان در باغا و در زمینا و در بالای باما و در دیگر جا میخوابیدن. ما منت نمیکنیم، ما منت نمیکنیم، ولی باور کنیم تا با دست خودمون نخیزیم و بس نگیم، تا با دست خودمون با جرأت خودمون بس نگیم، هیچ کس برای ما این ظلمت نیست نمیکنه، هیچ کس برای ما وطن عزیز ما آباد نمیکنه. امروز سید مکرم میبره میگه که سیلایی که میواند، آفتای طبیعی که میواند، این سنجش خداوند از بنده هاش است، شما تعمل کنید، با صبر بکنید. برادرای عزیز، او پدر لعنت نمیگه که این قهر خداوند بر سر این ملت است، این قهر خداوند بر سر ماست که ما یک طاغوت پدر لعنت بی خدای فرعون آوردیم و مردم را مجبور میکنیم که او را سجده بکنند، مردم را مجبور میکنیم که قانونای او را گوش کنند و قرآنی که خدای متعال برای ما همچون قانون فرستاده است ما باید او را گوش نکنیم. ما باید چیزی که خداوند گفته است
او را باید در پیش مردم گپ نزنیم. ما باید مسجدها را ببندیم. فرزندان ما باید تا 18 ساله مسجد نروند. زنان ما باید به حجاب بگردند. خواهرای ما باید به حجاب بگردند. ما باید کار بکنیم که رحمانوف نرنجه. ما باید امروزا من نمیدونم در مسجد جای بزرگی است که برادرای کوهستانی بزرگ بدل بگرده بودند. امروزا در مشیا میگن در مشیا رئیس جمهور رفته است دختر گفتن که تا قیافه اوریایی نداری تاخ نداری در پیش پیشوای ملت برآمد کنی. در پیش پیشوای ملت برآمد کردن تو باید قیافه اوریایی داشته باشی، خوشرو باشی، باید تنگ بپوشی، با در سرت رومال نباشد، تو باید یه نمود باشی که همی بخدا و همی پدلنتای بخدایی که میروند در کلوبا و دیگر جایی که دخترای لخ دنگی در روفش میرقصن فردا میخوان که فرزندای ما تا پیش رحمان و فهمی خیلی باشن. آل ما میگن که خدا را شک ساز میشود، خدا را شک آبادی میشود. یه پدلنت به سواد ای روز خانم در خروق نوشته که ما باید در مکتبا تاریخ وحدت ملی را درس بدهیم. او اگر تو پدلانه نباشی تاریخ وحدت ملی که وقت وحدت شد سل شد اگر تاریخ شب خونی رحمان فباید در همو جاش دار بکشی. یکمین آدمی که خیانت کرد به این ملت به امو وحدت ملی هم به امو سل که بسته بودن خیانت کرد کی کرد؟ رحمانوف کرد. یا اگر 100,000 نفر از بیرون به تاجیکستان وارد کردند یا 3 میلیون اولی ما را در بدر خاک بسر کردند، یا ما را به چورک و چرکین تبدیل دادند، یا ما را غلامزاده کردند، یا ما را بی سواد کردند. امروز در مکتبا به نام خدا قسم اگر یه آدم با سواد بخونه خندهش میگیره به جای پول معلمو به جای معاش معلمو برایشون جوجه میتنه. یه زمانی بود که به جای پول معلمو برایشون کدو میدادن. به نام خدا قسم هیات در حصر یک خیلی آدم زندگی نمیکرد. امروز بانک های تاجیکستان پولی که از بیرون فرستاده میشه فقط حق دارن در یک بانک دو بانک بگیرن. بانک هایی که پول را از خارج میگرفتن او بانک ها را هم چیکار کردن بستن که دیگر کسان نتوانن برای خودشون درآمد داشته باشن. فقط بانک هایی که با خیش تبار رحمانوف تعلق داره با دخترها و پسرهاش تعلق داره فقط همون بانک ها حق دارن که اسعار خارجی داشته باشن. یا کارای میکنن که به نام خدا قسم شرمت میوه. یا کارای میکنن که من نمیدونم با کدام فکر با کدام تفکر آدم او را قبول بکنه. ما برادرای عزیز رفشن جمشود نیستیم. هر روز در تلویزیون میبینی که ای قدر تاجیک در اینجا کشتند، ای قدر تاجیک در اونجا کشتند، ای هم کم بود همه قیق تاجیک همه کشن هر روز مردن، هر روز مردن، هر روز مرگ. ای هم همش کم های باز به اضافه همین خدای متعال چیکار میکنه تمام سیل آفت های طبیعی همه چه ای برای چی های؟ ای برای سشدن ایمان مای تا های برادر. برادر عزیز وقتی که تو در همون روسیه کار میکنی 100,000 هم بگیری 200,000 هم بگیری 1,000,000 هم بگیری تو در حوجه تجاوز میکنی، تو در حوجه مینوشی میکنی، تو در حوجه چی کارای نمیکنی. ای آل بسیار از شما گوش میکنه میگن که ای برادر دیوانش داره من خیلی کار نمیکنم. که برادر عزیز محیط یه چیزی که محیط یه چیزی که تاثیر میبخشه، محیط تاثیر بخشه. در گرد اطرافت در تلویزیون ها در تمام جا همه فوش و فایشگی وقت نشان میتن تو خطا 1,000 بگیری، تو خطا 1,000,000 به ایمان بگیری، یا جونه یا جو زنای چشم میکنی، زنای دهن میکنی، یا جونه یا جو تو افتوماتیک ایمان سست میشوه. رحمانوف از اول رئیس جمهوریش کوشش کرد که با تمام رژیمش کوشش کرد که ملت را بیسواد بکنه. من بارها گفتم و بارها برادرای عزیزمون گفتن که نه چنین نیست. ملت ما خودش نخواست بخونه یا نمیدونم شرایط هست که یا نمیخونه یا ایتری هست اوتری هست. باور کنی قصدن ملت خواستن قصدن میخواستن که ملت بیسواد باشه. برای که بیسواد بودن ملت برای فایده یا است که این رژیم بسیارتر باقی بمونه. وقتی یه آدم بسواد باشه وقتی یه جامعه دروی کارت
بود نشوه، بگن که 100 سومون بته 200 سومون بته، تو میگی نه ما 200 سومون نمیتم، تو کانستیتوشن میخونی، تو قانونش میخونی، تو قمی قانون، همی قانون من عق ندارم تو رسوم بتم، لیکن وقتی به سوادی تو راضی که همو 100 دلار بتی، همو 200 دلار بتی که کارت بود بشوه، لیکن تو آرام بشینی، تو کار نداشته باشی که دو بالا چه خبر است. ما خوشبختانه تانستیم، مردم ملت تاجیکستان ما تانستیم با یک اندازه بیدار بسازیم، ملت تاجیکستان ما توانستیم که به این روز برسانیم که امروز خدا را شکر الحمدلله 100 نفر 200 نفر 300 نفر شما همینجا همه دراین گوش میکنین، لیکن باور کنین یا کوشش کردن که در همی 20 سال رئیس جمهوری اشرمان ملت بی سواد کنه، ملت تمام جوانای نیرومند از تاجیکستان ببروره. برای چی وقتی در روسیه کریز شد رامانوف دوید رفت دبی که ملت ما را بگیرن در اوجا کار بکنه، دگوار غلامی دیگه، یک کنترکت غلامی دیگه با دبی بسته بود، لیکن دبی از تاجیکستان دور است، مردم اوجا رفتن برای ویزا کردن، اوجا رفتن برای اوجا کار کردن، باید تا در اوجا جای خوب داشته باشید، تا اوجا باید کنترکت کاری داشته باشید، بسیار مشکل هایی هست که یا ایرا برای خودشان همچین زپس، ایرا برای خودشان همچین پس مونده وریان گذاشتگی هن. وقتی که برادرای عزیز از روسیه 4000 3000 10000 نفری دپورت کردستند، بیرون کردستند، یا مجبور میشوند که خودشان پول بتن بلیتت میخرن که تو برای در دبی کار کن، یا نمیخوان که برای تو یک جای کار بسازن که در تاجیکستان بمونی، یا میدونند اگر ملت در تاجیکستان جای کار داشته باشه، ملت خودش بتوانه خودش تعمین بکنه، در پیش زن فرزندش باشه، او میگه که برای چی هست پریزیدنت 24 سال در همیجا پریزیدنتی میکنه، یا برای چی فقط خش تبار رامونوف در حکومت کار میکنه، او اقتلم میشوه. رامونوف نمیخواه که شما اق حقوق خودتون را بطلبین، رامونوف میخواه شما گوسفند باشین، خاموش باشین، یا میلیون تا رفرندوم بگذارونه، میلیون بار قانون علیش بکنه، یا چی کارای نکنن، هیچ وقت شما را ای پدوالای روسیه، ای زیرزمین ها، ای وگان های روسیه یا نجات دادنی نیستن. شما باور کنید هیچ وقت هم اروپا و آمریکا و هیچ کس به داد ملت تاجیک نمیرسد تا زمانی که ما نخیزیم و بس نگیم، تا وقتی که ما بس نگیم. من دیروز با یک برادر خیلی محترم صحبت داشتم و این برادر گفت که وقت انتخابات شده بود در تاجیکستان، ما رفتم قطعی کمیسایی که از اروپا بودن، قطعی او رفته میگه بین خودشان صحبت میکنن، میگن که ما میدونیم که همه چی غیر قانونی است، ما میدونیم که این انتخابات فایده نداره، این یک چشمبندی ملت است، لیکن ما نمیتوانیم که در همین انتخابات هم در هر کاری که باشه ما نمیتوانیم که بیایم روی راست خلل برسانیم، کار دیگر بکنیم، برای که ما مسئولیت داریم و مسئولیت ما فقط نگاه کردن است، یا در چشم ما یگان گناه نمیکنند. ما میدانیم که همه چی همین دروغ است، لیکن میگه برادر عزیز یک سخن او گفتم، میگه برادر جان باور کنید علم عمومه، گفت تا وقتی که ملت تاجیک خودش نیوه امی در همی کابینه و نه کاغذ نه پرتوه، تا وقتی که بس نگه، نه اروپا به دادش میرسه، نه امریکا، نه روسیه، هیچ که به داد ما نمیرسه. ما میدانیم که تاجیکستان 8 میلیون اولی نداره، هیچ کس او را حساب کردگی نیست، 8 میلیون با تمام پنسنرای مردش 8 میلیون نمیبروه، فقط رمان 1 میلیون اکنی میلیون بلتن داره که همه آدم هایی که مردگی هم، آدم هایی که شهید شدگی هم، آدم هایی که در روسیه هم، آدم هایی که در تاجیکستان هستن، همه 1.5 میلیون 2 میلیون بلتن دارن که پرکردگی های تیار کردگی هم، و او انتخابات آوازی مایت هیچ فایده ای نداره. اگر ما ازار بخوایم قانونی در تاجیکستان زندگی بکنیم هیچ فایده ای نداره، تا نمیتونی قانونی نفس بکشی. تا وقتی که ما بس نگیم، تا وقتی که ما وضعیت کنتیم، تا وقتی که ما به
رشوه ندهیم، تا وقتی که ما این کارا را بس نکنیم، تا وقتی که ما این قانونشکنی ها را خودمون بس نکنیم، هیچ وقت رامونوف پول ما رو نمیگردونه. همین میلیون ها را ببری به تیکو براش کم های. او با میلیون تا دیگه همه طلبه. بازی از سخن دیگه من قدی برادر ها صحبت میکردم، وقتا واقعا یه چیز شرم‌آور است. یا آدم گدایی که در تمام دنیا می روید گدایی با خرجه گدایی در تمام دنیا در هر دولت می روید با خدا قسم شرمت می روید. هر جای می روید بیگانه که هیچ کس نمی شناسه با میگه رامون رفته گدایی بکنه. باز میگه چند سو می طلبیده باشه. امی سیلا و امی آفت های طبیعی که در تاجیکستان می شود رحمانوف از امی ها استفاده میکنه. ای مرگ شهرونده های تاجیکستان ایج وقت او نخست است که در اون جایی که سیل بر اومده نخست است، نگفته است ما برای آدم هایی که از آفت طبیعی جان با جان سپریدن ما برایشون تسلیت بیان میکنم. ایج وقت من نشنیدم. فقط چیکار میکنه؟ فردا ببینیم. برای امی سیلا رحمانوف مراجعت میکنه به اروپا، مراجعت میکنه به آمریکا، مراجعت میکنه به دولت های عرب، مراجعت میکنه به روسیه، به همه جا که من 100 میلیون دلار میخوام که امی خرابات ها را ساز بکنم. 100 میلیون دلار برای یه سیلی که در بدخشان اومده بود. من میدانستم که برایش 100 میلیون میتن، چون گریه کرد، طلب کرد، گدایی کرد که مردم ما در عذاب است، مردم به خونه مونده، سیل زده شده است، آفت طبیعی زده است، برایش 100 میلیون کمک کردند. در بدخشان یک مکتب ساخت است، یک بیمارخانه، 40 تا 50 تا خونه ساخت برای همون سیل زده او. من حساب کردم امگی 150 هزار دلار برای همون رفت است، 150 هزار دلار برای همون خونه و مکتب و برای همه چی. به اضافه پول معلم را گرفتن، پول معلم را گرفتن، معلم را پول ندادن. یک ما که ما خونه می سازیم برای افت زده و پول بانکا صاحب کارا را همه جا پول تاجیکا را گرفتن، اوجا ساختن. 100 میلیون که تاجیکستان داخل شده است، همون 100 میلیون در همون 40 خونه چیکار کردن؟ اسپیسات کردن، گفتن نیست ما ساختیم. بعد بیسوادی ملت ما، پستی ملت ما، با جالبتر در همونه که ملت ما با میخیزه با میگم ما نو فهمیده، ما صاحب داریم، ما اینا دیدیم که برای ما ساختن، اینا آبادی را بین، اینا ساختن، ای قنش ازنه، ای او بر پدرش لعنت. اولش که وظیفه هر یک دولت است که وقت یک افت طبیعی میشود باید فوری اوجا همون کارکنای ایم چیست کارکنای نمیدونم کارمند کارکنای کارهای داخله و همه چی باید کار پارشونه بپرتوان برم اموجا برای مردم کمک بکنن. او وظیفه هر یک دولت است. او را بر رحمانوف ننویسین. رحمانوف پدر لعنت خر بی سواد. وقتی در بی بی سی ایرانی میپرسنش تو برای ملت چی، تو برای تاجیکستان چی خدمت کردگی در 24 سال که تو رئیس جمهوری، تو برای وطن چی خدمت کردگی که بفخری؟ میگه تاجیکستان ما راه نداشت، ما راه ساختم. وقتا قسم امو جورنالیسته که در همو جا بود خنده اش گرفت روش اگردون. او بر پدر لعنه تو رئیس جمهوری دولتی، تو 40 کیلومتر راه ساختی، تو امو را منت مردم میکنی؟ تو در 24 سال 40 کیلومتر راه را ساختی، امو خدمتت برای امو تو را باید پیشوای اعلام بکنیم، برای امو باید ما تو را سجده بکنیم. یا تو برای 40 نفره که خانه‌هاش از سیل برد، تو برایشون یک خانه های فیندام ساختی، ما باید برای امو تو را سجده بکنیم؟ یه وظیفه تا تو باید اونها را خانه نمی ساختی، تو باید اونها را که در همون جایی که سیل اومدگی تو با همون آدم ها را می بردی، همون 100 میلیونی که دودگی انتا تو باید می بردی برای همو ها که قصر ها می سختی، باز همون 100 میلیون به درجه زیادتی می کرد، تو باید برای همو ها 10 سالی پول می دادی که زندگی شونا بکنن. این بر پدرش لعنت، این رئیس جمهور ما می برای در روز می برای به شرم نداره، ایزا نداره، می برای میگه ذخیره کنی.
عیسی کمابی می شود، عیسی خوشحالی می شود. این قهر خداوند میگه بل پدر لعنتی کمابی همی خیلی که همه جا را سیل برد. این مردم میگه بوچکا بخره ده ساله آب ذخیره کنین، این آب همی قومده است که قریب رام تاجیکستان را ببره. ما باز میگیم که نه، یال جناب اولی هم صد فویز های درست میشود، ای پیشوا های ای تریه ای تریه بنام خدا قسم که یک گدا های یا پلید های یا به خدا های. برادران عزیز من در روسیه کار میکنن، 14 سال در موجه در وگان زندگی میکنن، باز زن میگیرن، ایزا نکشیده است، زن میگیریم میبریم در وگان قطی من زندگی میکنن، در همو جا تولد میکنن، در همو جا فرزن من بابا میرسن، نه مکتب میخونه ایچی نمیخونه، در همو وگان 10 سال 15 سال فرزن من قطی من در وگان زندگی میکنن. بعد میگیم که ما میخوایم که تاجیکستان آباد بشوه. برادر عزیز تاجیکستان وقتی که آباد میشوه تو در خانه خود ششتگی پول زیاد هم نگیر، هیچ کس قطعی خودش مال دنیا را نبرده، اما ما خرده میمریم یک کفه میبریم، هیچ کس قطعی خودش نه جیب برده نه مرسدس برده نه خونه برده هیچی نبرده. تو در همون خونه خودت بشین آزاد باش، هیچی نه 300 ساما آیلیک هر یک شهروند تاجیکستان بگیره میتوانه کم و بیش زندگیش آرومونه بکنه، با دل پر با دل کشود، نه ای من میترسی، نه ای پلید دیگه میترسی، نه ای سکنخند خدا زده میترسی، نه تا ای یگان کس دیگه میترسی. آزادانه در خاک خودت قدم میزنی، پای لچن باشی در بالای خاک خودت قدم بزنی که دلت کشوده، تو در فکر خیلی مریضی خیلی استرس خیلی مریضی روانی نداری، تو ای خانکی نمیمری، تا گرده درد نمیشه، تا به زریات نمیشه، تا پست فرسوده نمیشه، تا هیچ کس جمشود روشن نمیگه. تا که باید ما سرمون خم بکنیم، تا که باید ما طاقت بکنیم که یه پلید با اولاد خود شانه زندگی بکنه، و ما تا که باید در پیشش سر خم بکنیم، براش سجده بکنیم، براش شعر بخونیم. باید ناموس بکنیم برادر عزیز، ما باید ناموس بکنیم، ما باید بس بگیم. اینا همین رفرندومه که یا کردنی هن در تمام دنیایی که نباشین. حالا برادرها انشالله در اروپا در همه جای اروپا میتینگ ها برگزار میکنن، در روسیه باشی در تاجیکستان باشی در جای نباشی، ببرا بگو من انتخابات نمیرم، من انتخابات نمیخوام، من نمیخوام که کنستوز تاجیکستان عوض بکنن، کنستوز تاجیکستان که به همین هم قبول ندارم، او کنستیتوسیه نیست، او یک پوستک او یک تالت نه بمگه که هر روز در اوجا هر چی دستر امو پدلانتا می هر روز در اوجا می نویسن. یه روز می خیزم یه رامون خوب دیده که در کنستیتوسیه بنویسه، رامون خوب دیده که این روز دیگه بچه ها تونه توی نکنه بران رنگ اروپایی ها هم دیگر های دست شانه بگیرن برن یه جا در تایی از سنگ پنگ در یه جا زندگی بکنن و اودیخ کنن. برادر های عزیز خوب سواد من از ما گرفتن، وطن من از ما گرفتن، غلام و دربدر من کردن، جای کار من تأمین نکردن، یگان مایده در دولت های پیش رفته در تمام دولت ها هر یک شهرونده که اول یک گپ عبیدلویف در مسکو اومد گفت که همی جا بشینه ما چور کس هستیم، ما جنوبالی چند نفر دیگه در همون تاجکستان هستیم بس هست، شما همی جا بشینه یه نفر نبر اومد که بگه که بر پدر لعنت جای خوابمون تعمیم بکن، جای کار تعمیم بکن، مدیسین سترخوفکه مون بکن، تو تمام حجت ها برای ما تامین بکن، ما را سلامتی ما در ایجاب بینه، برای ما ای چنه مهمترین کار که ملت ما فکر نمیکنه، اما ما به فکر امروز و فردایم، ایش وقت ما به فکر آینده خود ما آینده خشتبار ما آینده فرزنده ما نستیم. اول یا مهمترین چیز هایی که 3 میلیون اولی تاجیکستان در بدر کار میکنه پنسیه نداره، استراخوفکش دگی نیست، بیمه نفقه نداره. وقتی که تو دیگه ای کار رفتی رنگ همو برزگاهی که شدگار میکنه بعد که پیر شد دیگه علاجش نیست، مجبوری که او را بکشی تمام همه خیل میشه، پگه قوه کاری نداری، کار کردن نمیتونی، ای روسیه سرد میکنه، هیچ کس در روسیه خونه نمیتونه، میره تاجیکستان در اوجه نفقه نداری،
تو پیر شدی. تاجیکستان هیچ وقت به فکر تو نبود نیست، و وقتی که تا همی جناب عالی و دمی خر پیشوا و پسوا و تپک نمیدون چی سر ملتن، هیچ وقت به فکر ملت خودشان نیستن. تو در اوجه هیچ کنه نفقه نمیده، تو وقت نفقه نمیگیری، تو وقت نفقه نمیگیری تو چه زندگی میکنی؟ باور کنی فرزنده را بردم در روسیه و در هر جا تولد کردم، خدا میدونه که در کدام شرایط بزرگ شده گیرند، ایج یک فرزند دیگر با فکر تام نمیشه. در یک محیط فرزند را بزرگ میکنیم کی؟ یا اش رسوله شدن میگن برای پناه با خدا، تو کی؟ تو برای ما چیکار کردی که ما با تو خدمت کنم؟ در وگان کلانم کردی فکر میکنی که ما اوز برای تو قسم میسوزم؟ تو مرا غلامزاده تولد کردی، ما اوز یکان حجت ندارم که برم در اینجا در اگون دولت دیگر برم خدمه همچه یه انسان پیشنهاد کنم. مرا در وگان و در بین 30 نفر 40 نفر تولد کردی، بخدا در همه روسیه در یک خانگه 20 نفر 30 نفر خوبند. فکر کنه باز ما جرات میکنیم زن میگیریم، زن مونه میبریم در بین 30 نفر قطعی زن همون زندگی میکنیم، فرزند مونه میبریم 15 نفر در یک کومنته باشیم، 30 نفر باشیم، با فرزند ما در همونجا زندگی میکنیم. در اونجا چه فساد های میشود، در اونجا چه پستی های میشود، در اونجا چه غجدی های میشود، چه سخن های قبه میرود، فرزند ما در همون موید کلام میشود. هیچ وقت ما با فکر نستیم، با هم درجه گفت شده گیم خاموشیم، فکر میکنیم که خدا داد خدا بزرگش میکنه. خدا هم برادر عزیز، تو برای تربیه همو فرزندت فردا در پیش خداوند جوابگویی، تو برای به عملیت برای همی تقدیر تن دادن تو در پیش خداوند شرمنده ای، تو سرت خم است. خداوند میگه من تو را چشم دادم، تو را دست دادم، تو را پا دادم، تو را زبان دادم، برای چی یک خس پلید اومد در سر تو را همه خیلی غلام کرد، تو همه خیلی پست خاموش استودی. اول اما ما مسلمانیم، اما ما دیا داریم بلال عباشه را، اما ما بفکرم از تقدیر بلال خوندگی میدونیم. یک غلام بود، غلام در خونه کفر ها، غلام در خونه وای که مقابل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم جنگ میکردند. غلام بود، مردک ایمان آورد به درجه زدنش تا مردنش قریب جانش ببروه، فقط میگفت که اشهدان لا اله الا الله اشهدان محمد رسول الله، تا به درجه زدنش عزیزترین انسان پیغمبر بود، عزیزترین انسان بود که پیغمبر خدا رسول اکرم هر جای می رفت بلال رو با خودش می برد. برادران عزیز، امروز ما به غلامی تن دادگیم، امروز به غلامی تن دادگیم، به نام خدا قسم، من قسم می خورم که امون 3 میلیون که ما در بدرم، امون 3 میلیون 2.5 میلیون شا بگو من ترا امی روز $3000 می تیم، تو ببرو بگو که وی مرسه سینه سفتا و دو خط او می برو میگه. او می برای میگه برای چکی ما تن دادگیم، ما دیگه امید به فردا نداریم، ما ناهمه چیدگیم. ناهمیدی کار شیطانی است. ما به درجه ناهمه چیدگیم که میگم خیلی بکنه هرچی بکنه، یا خیلی با میگم خیلی قنش از این مردک تانسته است. خیلی تی چی 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 ده تو نتانسته استی، تو مردک نیستی، تو هیما نداری، تو قدرت نداری، تو انسان نیستی. ای مرگ میترسی؟ ما ای مرگ میترسیم؟ ما ای چی میترسیم؟ ای مرگ میترسیم میرم در دهن مرگ، ای مرگ میترسیم در همون روسیه به نام خدا قسم اینه همی آز 120 نفر 130 نفر مرگ گوش کردیسته باشین، اگر همی 100 نفر در روسیه باشه باور کنه هیچ کدام شما گارانتی ندارین فردا ای خونه بیرون اومدی زنده میمونی. تو در دهن مرگ رفتگی، لیکن ایت پلیده که در وطن خودت اومدگی فراونی داره، تا امو میترسی که تو را نکشه، تو را زندان نکنه، ای زندان میترسی، ای مرگ میترسی. ای برادر عزیز، اگر ما ایمان داشته باشیم، اگر ما انسان باشیم، اگر ما آدم باشیم، باور کنین در حال شما تصور بکنین که در یک دوره هستیم که برادر ما را میبرن زندانی میکنن، ما میاییم
در میکروفون ها در تلویزیون ها در همه جا برآمد میکنیم که او یا بیعقل بود، چی در پروتف دولت خیست، چی در مقابل دولت گپ میزنه، چی در خیلی کرد، چی در او خیلی کرد، برای که زن و فرزند تر نرسن. مرگ از چیزی که همه وقت در پیش دارن منتظره، مرگ از چیزی است که ساعت زمان دقیقش خداوند متعال برات مهیا کرده گیاید. هیچ وقت تو بدون سبب نمیمری. لیکن باور کنین ما هم در پیش خداوند شرمنده میشیم، هم در پیش همو برادرها که امروز در زندان و او را عذاب دادستند، او را شکنجه کردستند، او را به درجه رسوندگان نخواد که برادر توجیک برای یک وظیفه، برای پدلانت، برای یک وظیفه برادر خودش در زندان و غم بته. من شنیدم که کماندیر این انفرماسیا 100% نیست. ما برای همین نام امو کماندیر را نمیگم. یک کماندیر رفته برادر دادر خودش پر رونده برای که در اپوزیسیا بده. ای برای زوانی که برای زوان جنرال بتن رفته برادر خشا برای یک خصیص فرام برادر خشا پروندن. اما آدمایی که برای ما گفتن که کماند ای همی جنرال خیلی کور کردگی های او آدم ها قسم خوردن که ای دهن فرزند دادر امی آدم شنیدگی های ای گفتن که امکیم آمد بنام خدا قسم ما دیدم امکیم آمد پدوشکر را در سر اوتان گذاشت در پیشانیش یا تیر خولی کرد بر اومد رفت. باور کنیم به خدا قسم ما به کجا رسیدیم، ما به چی درجه رسیدیم، ما چخیل آدمیم. ما در همون رسیم در دهن مرگیم. اگر که سکر خیرم نکشمون ما دخنکی در وگانای خوبیم که برق نداره، آب نداره. ما خودم در روسیه کار میکردم، 2006 بود، خدا دروغ نکنه 2006 بود کار میکردم، در وگان زندگی میکردم، دروغ نمیگم، در وگان زندگی میکردم. در وگان ما 4 نفر بودیم، در 2 وگان دیگه اگر خطا نکنم یا 40 نفر توجیک زندگی میکردن در 2 وگان. وقتی امو هدمو را میگوی ای برادر عزیز ای خیلی زندگی نمیشوا، میگه خی چیکو کنیم، خی نبین چیکو کنیم، پگه سر ممکنن چی میشوا. ای برادر عزیز باور کنه یا اخرانی که روس که با پدرش لعنت ای چی نداره میرفت همی بچه را میگرف میبرد میگو موازو میبرم محکمت میکنم 500 روبل بته سومش دلار جمع میکردم میدودان جمع شو میکردم. میگفتم ای برادر تو عقل داری، تو انسانی، تو چی، تو خود تکم ترک کرمت کن. میگفت ای اکا پگه سرمو میکنم، او سرت کردم میمری، سرت کردم میپوسی، تو کدویی که مشکنی میزنندت. به درجه تنسو شدگیم، به درجه با یک درجه رسیدگیم ناموس نداریم. خب رحمان فزمو یل مونا گرفت، به سواد مون کرد، به عقل مون کرد، ناموس مون گرفت، آخرش آمده ایمان ما را میگیره. ما خاموشیم، ما اگر خاموشی را انتخاب کردیم پس ما کیه؟ ما آدمیم، ما عقل داریم، مگر ما را مسلمان بگیم؟ ما را به درجه آوردگی هن ما ایسایه هم دیگر میترسیم. امروز بسیار برادرها برای که قطعی ما بشینن در یک خونه، اگر کسی سلو چند همید تصادفی یک عکس بگیره از ما تمام، ما آینده هم چی میشوه؟ ما دیگه تاجیکستان رفتن هم میتونم، من قطعی عکس دارم. ای برادر عزیز ما کیم کی تو قطعی ما عکس داری تاجیکستان رفتن میترسی؟ من نمیدونم برادرهای عزیز، برای من نخیزه. من کسی را دعوت نمیکنم که برای ما بخیزه، برای شام بخیزه، برای سکایفورد بخیزه، برای محمد صابر بخیزه، برای کسی دیگر بخیزه. ما هیچ که نیستیم، برای خودتون بخیزه. ما خستیم برای خودمون، ما اگر در کار برای خودتون هم جان میتیم، برای شما هم شدن ما در کار شما ما جان میتیم. لیکن ما هیچ وقت خودمون سرمون خم نمیکنیم، فقط به حرمت الله بزرگ، فقط
به حرمت راه حق، فقط به حرمت اموی که فردا نسل ما، فردا اجداد ما در او متف نکنه. ما تا امروزا به سینا و به حافظ و به خیام و برودکی و به دیگه امو بزرگایی که ما در تاریخ داشتیم، ما با او تا همه روزا در تمام دنیا میفخریم. هر کجا میپرسن تاجیک کیست، ما میگیم ابن سینا و عمر خیام و رودکی و فردوسی و شاهنامه و شاهنامه فردوسی و بوستان و گلستان و از هر سخن یا گپ میزنه میگن آ فهمیدم تاجیک کی بوده است. لیکی برادران عزیز، فردا وقت میپرسن تاجیک کیست، میگن روشن جمشود، حسن اروبکش، قاری اسمت، کی را میگن تاجیک کیست؟ وقت بپرسن اجداد ما را تاجیک کیست، باور کنه امی آذر با چشم خودتان دیده استن که در روسیه تاجیکای ما در بیرون میگم من داغستانی هم، من چچن هم، من نمیرم کفکز هم، من کینچی هم، نمیگم من تاجیک هم. ای تاجیک بده نظام میکشه. وقت 10 سال دیگر ما سب بکنیم، 20 سال دیگر سب بکنیم، ما غلام ابدی هم و فرزندان ما غلام زاده میمونند. باور کنین ما هیچ وقت تا همه رژیم سر قدرت است، تا همه رژیم خونخوار پدر لعنت در تاجیکستان حکمرانی داره، باور کنین ما از این عذابا نمی برویم. فریب نخورین. از شما فکر نه، ای اگر با فکر ملت بود امیر رحمانوف پدر لعنت قدی رژیمش با فکر ملت بود، امروزا در تمام تاجیکستان مردم از سیل زده است، مردم غم زده است. رحمانوف استودنت ها را مجبور کرده به بیرون براورده که شما ببراین بگن که ما طرفدار پیشوای ملت هم، پیشوای ملت تریه و تریه، شما برای رفرند مواز بتین، نمیدم چی کار کنه. بجای که همی استودنت ها را بگیر ببر همو جا همو سل یده سنگ ای سوسو ببر تا یده آدم شاید نجات بتین، شاید یکان کار دیگر بکنن. این خیلی کار ما در تاجکستان نمیبینیم. یادم بگفت همو رسا پافیگه که کمه مره، کرا سیل زده، کرا در کجا کشتن. تا همه روز شما یک بار مشاهده کردن که برای یک شهروندی که در روسیه از دست ملتگرا کشته شده است، رحمان و بر اومده گفته که من تسلیت به اون میکنم. در حالی که در هر کشوری که یک سیلچه ببرو یا زمین لرزه بشه و یا یگان چیز دیگه بشه، رحمان 4 سحر خوابش نمیبره، میخیزه که برای امو پرزیدنت چیکار میکنه، تسلیت برای اون میکنه که ما ایتری و ما غم زده، ما برای شما نمی چیکار کردم، ما این روز خوب نکردم، دلم سوخت که 2 نفر شهروند فرانسه مردن. حال شما دیدن که یک بار برای امو پدر مادر که فرزند شونه در روسیه کشتن، رحمانوف تسلیت برای اون بکنه، نه پول شونه تا خونه شونه تا اگون شونه تا. لیکی بنام خدا قسم ملت از بین رفته است، ملت اوسته اوسته نشده است، زمین های ملت اوسته اوسته فروخته استند، یا فقط برای گدایی خودشون، یا فقط برای دزدی خودشون، فقط برای زیادتر موندن، زیادتر همون شکم های قارش قنبه خودشون سر کردن، یا تلاش کرده استند، یا برای ملت یگان کمک نمیکنند، یا بر عوضی که در تاجیکستان کارخونه بسازند، یا بر عوضی که در تاجیکستان جای کار تامین بکنند، یا میروند در کشورهای دیگر زوره میکنند که شهروندای ما را بگیرن برای شما غلامی بکنند، یا امو کارخونه هایی که هم کار میکردن در اومد داشتن، یا پول علمی زواد گرفتن برای سامانیر، برای اویالین خودشون بوینگا خریدن، گفتن علمین زواد بانکرا شده، علمین را برای دوجا کار کرد بکنن، علمین خام هم بفروشن، علمین خام هم بنرخ ارزان میفروشن، پخته تاجیکستان هم بنرخ ارزان میفروشن، برای چی که پخت کارخانه های پخته کارکنی در تاجیکستان همش شکستن، هم زمین زپیچاز مپیچاش اونها فروختن، از پخته خام ارزان میفروشن، برای ما میورن 100 گرم نسکی، همون نسکی 100 گرم هم نیست، همون نسکی و زرپوش 100 گرم هم نیستن، برای ما میورن 3 سامان 4 سامان میفروشن. وقتی یا با درم، با چند درم کلاه پخته رو با روسیه و با دیگر دولت هایی که پخته را کور کرد میکنن، یا میفروشن، یا برای فرق نداره که این ملت چی میپوشه، این ملت چی میخره، ای کجا میخره، برای فقط اما اینکه اما چند تون پخته را بفروشن، تخمینه جان شوتش باید امو سالونه و امو ماهونه
چند میلیون دلار دیگه زیادتی باید اوجا داخل بشه، اما باید وارد بشه. برای آن نه کریز سای، برای آن چی نیستن، برای آن فقط همین دزدی باید بدزدن، باید بخرن. برای همی برادرای عزیز، ما اگر میلیون صد مون صد بار سر مون در میلیون دیوار بزنیم، امو کاغذ انتخابات بگیریم بریم بگیم که ما اگر تمام تاجیکستان بره و خط بزنه که ما نمیخواهیم که رحمانوف با اولادش در تاجیکستان بمونن، فردا میگن که 99% رحمانوف غالب شده است، در تاجیکستان سرقانون عوض میشه و رستم جان سال 2020 33 ساله میشه و باید رئیس جمهور باشه. برادرای عزیز، فریب نخورین، فریب نخورین که به نام خدا قسم امی فرزند خس خس میمونه، هیچ وقت فرزند سگ گرگ نمیشه، هیچ وقت فرزند پلنگ شیر نمیشه. دزد زاده عاقبت دزد میشه، میگن عاقبت گرگ زاده گرگ شوه گرچه با آدمی بزرگ شوه. او آخرش امو دزد دای، امو پلی دای، امو بیسواد دای. اگر او رستم امام علی در دانشگاه میخوند، اگر سواد میداشت، اگر عقل میداشت، ما میگفتیم خای مایلش ممکنه با سوادتر بیوه یا کور بکنه، یا بیسواد دای. تا آزر یک سخن از دهانش نشنیدیم، تا آزر او دایگان تلویزیون دایگان جا او برآمد نمیکنه، برای اینکه او تاجیکی را نمیفهمه، باور کنه تاجیکی گپ زده نمیتونه. و به درجه بیسوادکی ای دانشگاه امریکا سرش کردن، ای دانشگاه لمناتف مسکو سرش کردن، ای که جای پیدا شد که در 26 سالگی دیپلم گرفت، دیپلم دانشگاه ملی تاجیکستان، ای که جای پیدا شد که ای به خدمت عربی به یگان آموزش جنرال تاجیکستان شد، آز باور کنه در کار شود ای را پریزیدنت میمونه، یا پیشا به دیگر در تاجیکستان زیادتی میشه، یا بوی تپه که دیگر زیادتی میشه. ای چه فایده برای ملت نیست، نه همه قانون عوض کنی برای ما فایده میورد، نه اگر روان هر روز یک تایی فرزند خیچه بر پریزیدنتی بمونه، هر روز در تاجیکستان یک ذره آبادی نمیشه. بسیار برادران سوال کردن که اگر رحمان فقط اولادش نابود شود، عبیدالله که مردم تعریفش میکنن که آدم با انصاف پرزیدنت بشه، اگر عبیدالله باشه، نمیدانم کدام دیگه همین رژیم نباشه، بشینه سر قدرت میلیون بار عوضش بکنه، امو خر میمونه. میگن خر ایسا اگر مکه بری بازاره خر، امو برادرم خوب گفته بود، یا رکو یا دیگه آدم نمیشه، یا پوسیدگی هن، یا دزدن، یا دزدادن، یا بسوادن. ای هم فکت مهمترین نشم های که یا سواد کامل ندارن، یا عقل ندارن، یا نام خیشون رو نوشته نمیتونن، یا به زبان تاجکی گفت زده نمیتونن. شما یارا میبینه میلیون بارا در تلویزیون و در همه جا میبینه، از گفت زنه هاشون معلوم است که یا بسوادن. برای هم باز برای چی همی فریبار ما میخریم؟ باز برای چی ما میگیم که باز آباد میشود، باز طاقت کنیم، باز صبر کنیم. برادر و عزیز، تا ما نخیزیم، تا ما این رژیم نابود نکنیم، هیچ آبادی نمیاره، هیچ آباد نمیشود، هیچ پیشرفت نمیشود. برای همین یگان انتخابات، یگان که شما اشتراک نکنه، اشتراک نکردن شما جسارت شماست، اشتراک نکردن شماست، شما ناموس شماست، اشتراک نکردن هر یک شهروند تاجیکستان، اشتراک نکردنش در امی انتخابات ها نشانه از آدمیت است، نشانه از به ایمان بودن است. وقتی یک برادر ما را در زندان عذاب میتن و ما راحت در اگر در یک خانه لوکس لوکس هم باشه راحت خواب باشه امو بخریم، به نام خدا قسم ما در پیش خداوند گناهکاریم، در پیش بنده و گناهکاریم، ما پست، ما بناموس، ما روشن جمشوده. اگر در روسیه وزیر هم کار کنی، میلیارد هم بگیری، میلیون هم داشته باشی، وقت یک تاجیک عذاب میتن، ما گناهکاریم، ما پست، ما روشن جمشوده. شاعر میگه که بنی آدم اعضای یک دیگرند،
که در آفرینش یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوا را نماند قرار. تو که از محنتی دیگران بیغمی، نشاید که نامت نه آدمی. ما را آدم گفتن تا اما روزی که ملت در عذاب است ما آدم نیستیم. تا اون روزی که ملت در عذاب است یگان تای ما حق نداریم که بگیم من مسلمانم. تا آن روزی که این ملت ده همی ظلمی و ظالمی است ما حق نداریم که بگیم که ما مسلمانیم. ما اگر مسلمان باشیم خواهرای ما از مجبوری، از بینانی، از پستی کورکاشون در تنه خودشان میبندند، خودشان به دریا میپرتوند. ما خودکشی آی مشاهده کردیم که در تاجیکستان خودکشی به درجه عالی بلند رفته استاده است. در جهان در جای دوم ما در خودکشی، اول اگر در جای یکم نباشیم. در تاجیکستان، در روسیه آزر مشاهده کرده استیم که برادرها از ناتوانی چیکار میکنن، خودشان را بدار میویزن. ما دیدیم که برادر عزیز تو برای چی خودت بدار میویزی؟ خواهر عزیز برای چی خودت میکشی؟ که مردن که تو انتخاب کردی، لکه آزاد بودن، انسان بودن، مسلمان بودن تو انتخاب نمیکنی؟ نخواد که ما به این درجه پس شدیم که ای ترس رحمان ما خودمان دار میکشیم، ای گرسنگی و ناداری و ای بیچارگی خودمان به دریا میپرتویم، لیکن جرأت نمیکنیم که بخیزیم در همون کوچه بیستیم بگیم که تو همه چی ما را دز دیدی، بر پدرت لعنت، یا همین تاجیکستان برو یا همه چیز ما را برگردون. ام باور کنه ده همون روسیه چند میلیون کار میکنه، در بیرون تاجیکستان چند میلیون کار میکنه. اگر 100% نه 60% همو مردن راضی هن که بمیرن، لیکن راضی نیستن که برای حقوقشون بخیزن آدم بشون. بس از این پستی و این پسفطرتی و این بیناموسی ملت تاجیک، چنین ملت تاجیک در یگان تاریخش نبوده است. باور کنه ای کودکی ما همین تاریخ نغز میدیدم، تاریخ هم میخونم. ما ظالم ها داشتیم، ما پادشاه های ظالم زیاد داشتیم، ما ظالمیت در تمام تاریخ تاجیک ها داشتیم، لیکن ملت تاجیک به درجه ده همی عصر بیسته پس شدگی های ملت تاجیک در یگان قرنش خیلی پس نبود. ملت تاجیک در یگان قرنش به این درجه به ایمان نبود. اگرم که برادر مسلمان تازه میگوی من هر روز جمعه مسجد میرم، من هر روز میرم نماز میخونم، من هر روز سجده خداوند میکنم، من زکات میسپارم، به نام خدا قسم تا اق نداری خدا مسلمان بگی، تا اق نداری، تا خداوند نمیبخشد تا اون روزه که ملتت، خواهر و برادرت، خواهر برادر مسلمان در زندان ها شکنجه می شوند. تو حق خط مسلمان گفتن نداری وقتی که ایجاب خواهر تا می کشن. تو حق مسلمان گفتن نداری که ریش برادر تا می کشن. ای مردنت بی حال می ترسی که پدر و مادر تا غم می تن، خواهر برادر تا غم می تن. در تاجیکستان ما خش تبار داریم، ما نمی چی داریم. برادر عزیز باور کنه وقت رسول اکرم با دعوت سر کرد، وقتی به دعوت سر کرد آدمای بودن که در داخل مکه و مدینه آدمای بودن که ای یک صدای و تمام عربا میترسیدن، لیکن خواهر برادرای همو رفتن چیکار کردن؟ رفتن ایمان آوردن، خواهر و برادر و ایمان آوردن. و نگفتن که ما برادر دارم، برادرم شمشیرزن زوره بتپرست قوی هست، ما باید ایدمش برم. و نگفتن که ما پدر دارم، پدرم مقابل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مقابل رسول اکرم جنگ میکنن، ما باید پدر ما گوش بکنم. و رفتن ایمان آوردن. حالا اگر پدر و مادر ما میگن که تینجای سوزای، و برای بسیارا تینجای سوزای نمیفهمن، تو نمیگو که تو در روسیه بتون علیش کرده استی در 20 گراد 30 گراد خنکی، نمیدونن که تو در واگن پوسیده استی 40 نفر در واگن خوابین، نمیدونن که تو چه صوت کده غرق شدگی، نمیدونن که تو گرده دردی، تو دل دردی، تو جگر دردی، تو فردا میمری مردت هم میبرن. تو وقتی 100 دلار روی میکنی میگی اوچا جو هم 100%
و میگه خدا را شکر فرزند صحت سلامت ای صد فویزان. و نمیدونن کی تو ده همی قضا بی. اگر هم بدونن و میگن کی خی خدا را شکر تینجای در زندان نیستای اول رامون فورا نکشتای اول رامون فورا زندانی نکرده اول شکنجش نکرده. لیکن فردا نوبت میرسا، فردا نوبت هم همو میرسا. باور کنی ای جک ما بیمه شدگی نستیم که فردا رژیم رامون ما را به این ظلمیت در زندان شکنجه و اذیت نمیکنه، یا مال و اموال ما را نمیگیره، یا فردا نمیان که خواهرها و مادرها ما را ایجاب شونا بکشن یا بکشن کشاله شون بکنن ببرن زندان. هیچ کس ما ای بیمه نیسته. حال هستن برادرهایی که کوچکند، 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله، عقل شو نمیرسن، مکتب خوندیستن و دانشگاه خوندیستن، او را میگم من زچادکت میمانم برای زچادکت ببرا بگو پیشوای ملت من خرتم او میبرا میگه میگه خی من را زچادکت به مونه سمیستر با نخونم ببرم خی بگو پیشوای ملت ما در پیش سجده میکنم تو پوچوی مایی تو خدای مایی تو چیم چیم مایی خی زچادکت میمونم. او اول نمیدونه کی برادر عزیز تو با چه زحمت ها یا پدر عزیز باشی تو با چه زحمت ها امی دست اومه در میاری کی امو پدلانه در امو دانشگاه برا بخونه پول امتحانه شونه بسپوره برای یا دانشگاه خونن یا دانشگاه ختم کردن در 5 سال کم کمش که من حساب کردم 6000-7000 دلار صرف میکنه. امو یکی تو بخون جگر کار میکنی. او در تاجیکستان این خبر نداره. او باید مکاسین بپوشه، او باید جنسای نمیدانم ای کجا بپوشه، او باید لباساش شیک باشه، او باید موی سر و پرچوسکش رنگ بیا مرا بکش بابل رنگ امو به خدای پدلانت باشه، باید قاشاش بتراشه، قاشاش بگیره رنگ زنکو خوش خوشرو بکنه برا در دانشگاه. او نمیدونه این زحمت چه های باید پگه میبرا میگه که جنابالی خدمت کردیست های نمیبینه بر پدری خیلی جنابالی لعنت او همی خدا تر هم بگیره همی خیلی دانشجو همی خیلی ستودنت همی خیلی مکتب چه ای که تا عقل نداری بعد امو هم میدونه که فردا دیپلم میگیره میره در روسیه کار میکنه. بپرس دانشجوی پزشکی را دانشگاه پزشکی را بره در همونجا 4000 ستودنت همچنین پزشک خونده استن برای بپرشان دیپلم میگیری چیکار میکنی؟ خیلی دیپلم میگیرم چیکار میکنم جورا با پول گرفتگی ما هیچ نمیدونم اپراتی کردن نتونم ما یکان چند سواد نداشتم باشم دیپلم همه گیرم در صندوق میمونم میرم روسیا برای روسا تالیت کنی. خب بر پدرت لعنت امبو را اگر نتونی امو سواد نداشته باشی امو دانشگاه خونه نتونی پدر بیچارت مرده استای پول روی کرده استای 20000-30000 دلار تو برای امو دانشگاه در 7 سال صرف میکنی. بعد امو میره در روسیه غلامی میکنه وقت امی پستی و امی تمام امی کمبودی پستی و بینموسی و بیمانی را دید بعد ایوجا صدا بلا میکنه که برادر جان ما خطا کردم برادر جان ما اشتباه کردیم مرا یک با هستن برادرهایی که زیاد گفت میزنن مرا یک سنر پر بته نابوتش بکنم مرا یک کار دیگه بکنه یه خیلیش میکنم. برادر عزیز هیچی کنه نمیتونی همه آز در دست تایتی یاشی آز در دست مایتوست آز در دست همه ایموست بخزم برم یا به نرخ جان باشه یا به نرخ هر چیزی که نباشه برم امی پدلانت را نابود بکنیم تاجیکستان آباد بکنیم تاجیکستان آزاد بکنیم. ای چنه امو نیم نان داشته باشی لیکن برای در مسجد در نماز جمعه قطعی یار و دوستان قطعی پدر و مادر قطعی پدر و پدر بزرگت قطعی یار و رفیقان در همون نماز جمعه بشینی نماز بخونی در روی هم دیگر نگاه بکنی امو میلیون ای میلیارد سوم ای میلیون سوم او برایت یا چای یا نعمت خداوند های. لیکن باور کنید 14 سال شد 20 سال شد 24 سال شد زن فرزند تو دیدگی نیستن فرزند ما نمیبینیم پدر مادر ما نمیبینیم. وقت پدر مادر بهمید ما را بزر کردن فکر کردن که ما آخر دستگیر و میشیم باور کنه همین 100 دلاری که ما روی میکنیم 200 دلاری که ما روی میکنیم پولی که ما روی میکنیم برای همون پدر مادر ما رنگ زر
زهره که و امو خراکی که میخورند با درد جگر، با درد، با سوز جگر، با درد و فرزند شونه در پیری نمیبینند. تا در پیش شونه است که یک کوسه آب شون بتی بخورند. ای امو 300 دلار، 1000 دلار، 10000 دلار که تو با پدر روی میگینی، با مادر روی میکنی، به نام خدا قسم امو یک پیاله آبی که به دستش میتی میقرا در چشموش نگاه میکنی، او قیمتتر عزیزتر ای برای او. تا که ما به همین درجه بهترفی را انتخاب میکنیم، تا که ما به همین درجه فکر میکنیم که او همه ساز میشوا، همه تینج میشوا، هیچ تینج نمیشوا برادر عزیز. تا وقتی که ما ناموس نکردیم، تا وقتی که ما ایمان نوردیم، تا وقتی که ما واقعا مسلمان اصیل نشدیم، تا وقتی که در یک دستارخان با پدر و مادرت نشیشتی، در وطن خودت در چشم هم دیگر نگاه نکردی، یک شام نخوردی، ما آدم نیستیم، ما مسلمان نیستیم. برای همه برادرای عزیز زیاد وقت اون گرفتم، بخشش کلان. اگر بسیار گپام برای شما تاثیر بخش بود، بسیار اگر گپام نفورید، بسیار اگر خطا کرده باشم، از میخوام. ما هم انسانیم انشاءالله تعالی، ای خدای متعال، ما امید داریم که ملت تاجیک بیدار میشون و روز خواهشید که ما در وطن عزیزمون انشاءالله باز وا میخریم و در وطن عزیزمون صحبت های دیگر، شوخ های دیگر با هم صحبت خواهیم کرد و خوشحال خواهیم بود. ما از خدا امید داریم، ما باور داریم که ملت ما ملت غیور است. و اگر ما باور نمیکردیم به این ملت، اگر ما باور نداشتیم که این ملت ملت بزرگ است، ملت غیور است، ملت به ایمان است، ما هیچ وقت همه را انتخاب نمیکردیم. ما هم میرفتیم یک بیطرفی را انتخاب میکردیم و در یک کنج همون قدر قدرت داشتیم نان مونه بیابیم، زندگی مونه پیش ببریم. لیکن ما امید داریم ای ملت خودمون، ای جوانان خودمون، ای مردان غیور وطن، که ما انشاءالله از این ظالمیت وطن را آزاد خواهیم کرد و انشاءالله تعالی برادرامون زیاد زیاد دیگر در امو زندان ها شکنجه نخواهند شد و نخواهند ماند. خب برادرای عزیز، اگر سوالی داشته باشین مرحمت کنین، بخشش زیاد وقتون را گرفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.